سلام به اعضای کانال ویژه هفتگی، سام کریمی هستم. امروز میخوایم یه آموزش خاص و زیبا داشته باشیم، آموزش ملودی ترانه بازی از والایار. قراره با ویولون اجرا بکنیم، نوت به نوت میریم جلو. اگر نکته باشه من میگم بهتون. خب از نوت سی شروع میکنیم. انگشت اول روی سیم دوم. خب چجوری میزنیم؟ ما اینجا یه نوت زینت داریم، نوت زینتی که رو به بالاست، یعنی هر نوتی داریم نوت زینت بالایی خودش به صورت لگاتو بهش متصل میشه. بدون نوت زینت بزنم یه بار. سی دو دو سی سی لا لا شل لا. خب حالا با نوت زینت میشه سی دوره سی دوره. نوت ره به نوت دو میچسبه به صورت لگاتو توی آرشه و در ادامه دو سی دو سی لاش لاسی اینجوری میشه. حالا در نهایت هم لا شل لا. پس اینجوری شد سی دو ره دو سی دو سی لا سی لا شل لا. خب حالا اینو اجرا کردیم. یه نوت میایم عقبتر، یعنی این گروه نوتی رو یه نوت میایم عقبتر میشه ملودی بخش بعدی. دوباره همین کارو، یه نوت میایم عقبتر همین گروه های نوتی رو، یعنی با همین ترکیبی که داره، با همین فرمی که داره و ملودی ساخته میشه. این یه کار مرسومیه تو آهنگسازی و اجرای ملودی ها. گروه های نوتی رو به این صورت یه نوت یه نوت میان عقب. خب الان میبینید منظورم چیه. حالا میشه میزنیم لا سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا دیز سول. رو سول تمام میکنیم. دوباره همین گروه یه نوت میام عقب‌تر. خب یه نکته ای که هست اینجا فا به کار میشه. تو قسمت قبلی دید که فا دیز بود، اینجا میشه فا به کار. در نهایت می فا سول لا سی لا سول فا می. پس ملودی به این صورت میشه. میتونید با این آرشه هم بزنید. لگاتو دتاشل و لگاتو دتاشل روی نوت می تموم میشه. خب اگر توی اجرایی که حالا من داشتم توی اول ویدیو ببینید، من یه پاساژی میدم تا برم یه اکتاو بالاتر همین رو اجرا کنم. پاساژ چیه؟ پاساژ ما توی ملودی ها عبارات داریم، فریز داریم. با پاساژ میتونیم این عبارات رو به همدیگه متصل بکنیم. حالا روش های مختلفی برای اجرای پاساژ هست. میتونیم نوتای کروماتیک، یعنی تمام نوتایی که وجود داره رو اجرا کنیم به صورت بالا رونده یا حتی پایین رونده و به اون عبارت بعدی برسیم. میتونیم چیزی که خیلی مرسومه نوتای گامو بزنیم. میتونیم با دسته های نوتی مثلا چهار تا بریم جلو، سه تا بریم جلو. مثلا
توی اینجا میتونیم چجوری اجرا بکنیم؟ چیزی که من اجرا کردم به این صورت بود. به اندازه یک میزا من پاساژ دادم. حالا به چه صورتی؟ می فا سول لا. حالا بازی یه نوت میام بالاتر. فا سول لا سی سول لا سی دو لا سی دو ره. یه میزان رو پوشش میده. یعنی گروه های چهار نوتی به صورت حالا دو لا چنگ یا سه لا چنگ باید ببینیم توی اون میزان چند تا نوت بتونیم داشته باشیم یا تریوله هرچی. ما اینجا گروه های چهار نوتی داریم. از نوت می شروع میکنیم، میزنیم می فا سول لا، دوباره یه نوت میایم، یعنی نوت شروع این گروه چهار نوتی یه نوت میایم بالاتر، می فا سول لا. حالا یه نوت میایم بالاتر میشه فا سول لا سی، یه نوت بالاتر میشه سول لا سی دو، دوباره یه نوت بالاتر میشه لا سی دو ره. این میشه پاساژ ما. میتونستیم ستایی بدیم، گروه های ستایی مثلا بزنیم می فا سول فا سول لا سول لا سی دو. این هم یه نوع پاساژ. حالا ما نمیخوام زیاد وارد این بحث بشیم، تو درس های بعدی خیلی بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. حالا این پاساژ رو فعلا یاد بگیرید، توی یک میزان باید بتونید اینو اجرا بکنید. اینو کجا اجرا میکنیم؟ دیدید که ملودی رو من روی نوت می تموم کردم. خب ما دیگه اگه بخوایم پاساژ اجرا کنیم دیگه نوت می آخر رو یعنی تو اینجا نمیزنیم. ببینید. خب به جای اینکه جمع می بزنیم پاساژ رو میزنیم. دوباره میتونیم حالا در ادامه این پاساژ رو که زدیم ملودی رو دوباره تکرار کنیم توی همین پوزیسیونی که هستیم، توی همین اکتابی که هستیم، یعنی بعد از پاساژ. یا میتونیم بیایم یه اکتاب بالاتر اجرا بکنیم. برای اینکه بیایم یه اکتاب بالاتر اجرا بکنیم باید پوزیسیون سوم رو حتما بلد باشیم. دوستانی که پوزیسیون سوم بلدن از اینجا به بعد رو نگاه بکنن. خب میایم پوزیسیون سوم. با چه نوتی شروع میشد؟ نوت سی. خب پوزیسیون سوم انگشت دوم بذاری میشه نوت سی، لا سی. خب همون نوت هاست. ببینید سی دو ره دو سی دو سی لا سول لا. خب اینجا میتونیم روی نوت لا یه دونه حالا مردنت هم داشته باشیم، یه حالا گزش فوقانی میزنیم لا سی لا. حالا میایم بخش بعدی، از نوت لا شروع میکنیم. اینجا میتونیم رو هم پوزیسیون سوم بمونیم و نوت سول رو بزنیم. میتونیم برگردیم عقب. حالا برگردیم عقب راحت تره. به این قسمت چی میتونیم اضافه کنیم؟ اینجوری میتونیم بزنیم. یعنی اینجوری بزنیم. چه جوری میشه؟ لا سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا دیز سول. خب حالا میتونیم در ادامهش اینجوری بزنیم سول لا سی لا سول لا سول لا سی لا سول لا
میشه. برای زیبایی میتونیم این نوت ها رو بهش اضافه کنیم. در حقیقت ملودی ها یه نوت های پایه‌ای دارن، یه نوت های اصلی و بیسی دارن. حالا ما میایم با این آرتیکولیشن ها، مثل حالا این نوت های زینت، گروپتو ها، یعنی حالا بهش میگن قلاب، یا گروپتو ها، مردنت ها، با اینا میتونیم یه سری نوت ها بهش اضافه کنیم باعث زیباییش بشه. خب الان من این کار رو مثلا کردم. حالا برمیگردیم به ملودی. در ادامه از نوت سول، همونطور که یادتون باشه فا بکار شده بود، اینجا هم میتونیم همون یزش فوقانی داشته باشیم. سولا سی لا سولا سول فا بکار سول فا می رو فا میتونیم بزنیم فا سول فا. این هم میتونیم اضافه کنیم سول. این یه حالا گروپ تو سول لا سول فا با آخرش. و در نهایت اینجا تمامش کنید. باز اینجا هم میتونید همون پاساژ رو اجرا بکنید تا بهتر تمام کنید. می فا سول لا فا سول لا سی سول لا سی دو. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید بیایم روی پوزیسیون. روش های مختلفی هست، از اومدن پوزیسیون اول به پوزیسیون سوم، حالا با چه انگشتی بیایم توی پاساژ ها. من یکی از ساده ترین روش هاشو میگم. ببینید عبارت به اینجا تموم شد که به جای اینکه ما می بزنیم قرار شد پاساژ بزنیم. خب دوباره می فا سول لا فا سول لا سی. خب اینجا میخوام بزنم فا، میخوام بزنم سول لا سی دو، نوت سی و دو رو تو پوزیسیون میزنم. سولا با انگوش دوم میام تو پوزیسیون سولا سی دو. یا میتونم بزنم سول با انگوش اول بیام تو پوزیسیون بزنم لا سی دو، یا اصلا میتونم بیام تو پوزیسیون دوم بزنم که کل نوتام تو پوزیسیون دوم باشه. یه کمی حالا دشوارتره، نمیخوام واردش بشم. همون ساده تری را راه حلش اینه که سولا سی دو، بعد در ادامه لا سی دو ره، و نوت آخرمون نوت میه. نوت می رو میتونید فلاژول بزنید، خیلی ساده انگشت چهارمتون رو لمس کنید، بیاید جلو، دستتون به بدنه ساز برخورد کنه، انگشتتون رو بذارید، فشار ندید روی سیم، فشار ندید. این نوت فلاژول است. لمس کنید سیم میو توی پوزیسیون، ببینید صدای نوت می رو میده، یعنی همین نوت اوپنش نوت می اینجا هست، یک اکتاو بالاتر به صورت فلاژوله خیلی زیبا میشه.